من اصلا فکر میکردم که ناحیه بابا جان غفوروف یک ناحیه بسیار کوچک و خرد در دامن شهر خوجند است. چخیله که میبینید این برعکس است. ناحیه بابا جان غفوروف گردوگرد شهر خوجند دامون کشیده است. یعنی ناحیه بابا جان غفوروف در دامن خوجند نه و خوجند در دامن بابا جان غفوروف. عموما ناحیه بابا جان غفوروف اول ناحیه خوجند نام داشت. تاریخ جدیدی ناحیه از آخری سالهای امارتداری آغاز می شود. این ناحیه اصلا از راه آهن ابتدا می گیرد و اگر بگویم که راه آهن یک رمز همین ناحیه است اشتباه نمی کنیم. یعنی دروازه و سرحدی کشور است. تو اونجا یک مناره خیلی قدیمی به نظر می رسد. حتی سال بنیادش نوشته شده است. ببین. سال 1898 این مناره را ساختند. اون وقت تنها راه باریک آهن بود. راه وسیع بعد پیدا شد. درست است. این مناره 115 سال دارد. و این مناره 115 ساله دریچه را به تاریخ معاصر ناحیه بابا جان غفوروف می کشاید. اول این مناره برای راه آهنچیون خدمت می کرد. حالا آثارخانه تاریخی شده است. اوخیان در داخل این آثارخانه انسان با ابتدای عصر 20 فرو می رود. اینجا باشد بوی آب حاصل می کردن. تلفن های پیشینه و چراغ قدیمی. آن همین آهنی وزنی به فکرم برای نگاه داشتن چرخ آهنین قطاره است. اسباب نفسی برای خبردار کنی و دیگر حالت های فوری. کار می کرده باشد. حضور می دهد. نمی دونم سنجیدن در کار. فکرم کار نمیکنه یا من نمیتوانم. چی؟ ما توانستم. در قبت بالای مناره مجموعه رسم های پیشینه به نظر میرسد. همچنین رمز های افتخاری راهی آهنچیون ناحیه اینجا محفوظ است. قرارگاه راه آهن ناحیه رابطه کشوری ما را با دیگر کشورها قوی میگرداند. از اینجا قطاره ها به همه کشورهای آسیای مرکزی، به شهرهای روسیه و دیگر جمهوری های سابق شوروی می توانند رهسپار شوند. ناحیه که صنعتی و اگراری است، بیشتری محصولات خواجگی قشلاق را با راه آهن به دیگر کشورها میبرند. تنها در یک روز صدها تن پیاز از زمین های حاصلخیز ناحیه بابا جان غفوروف به خارج فرستاده می شود. مسافران نیز با این راه به دیگر کشورها سفر میکنند. در اصل بیشتر من علاقه دارم که دوستانم را در ایستگاه راه آهن پیشواز گیرم. این نمودی پیشوازگیری را پیشوازگیری کلاسیکی میگویند. زردالو باغ. خشکمیوه زردالو نیز از اینجا به خارج میرود. طرز تیار کردنش نهایت جالب است. میوه ها رو در حرارت خیلی بلند طبیعی خشک میکنند. هوا با نگاه کنه گرم باشد تیزتر میشد، دو سی روز میشد. هوا اگر پست باشد، اگر بارانچه این خیلی خیلی باشد، اگر یک هفته میبرود. خشک میوه ها رو با واسطه محلول کیمیاوی اولتین گوگیرد رنگ و جلو میبخشند. امی یکم سور منه این غیلان ده این امی اینش دیم سور منه این شیشه میگویم این پچخش دیگه باشه میانزیم این با خیلی این سوالی ها پسته یعنی کم پوتشه سنجل اینجا نکو مویل ساتش این سنجل های مثل ذات های دک های احمدی های دو خرموی های سپونش های جاوپزگش های مویل اینجا نمودش مویل زن رو باید. حقیقت این است که در ناحیه در دستورخون هر یک فرد بودنی خشک میوه زردالو حتمی است و نبودن آن را غیر قابل قبول می حسابند. و باز من یک چیز دیگر را مشاهده کردم بزرگ میر. در اینجا همه وقت شربت زردالو می نوشند. شربت زردالو دل را قوی می کند. شاید هم به همین خاطر باشد.
تعجب نکنید این دسته دسته صنعتکاران نیستند. این بانوان با دستان نازوکشون کار مردانه را انجام میدهند. واقعا من درباره این زنها چند سال پیش شنیده بودم. تنها در جماعت دهاتی خستوارس استخونه زنانه است که زیاده از 60 نفر بانوان چوبتراشی میکنند اینجا. جماعت دهات خستوارس کلانترین دهه کشور به حساب میرود. اوه، یک مرد در بینشون بوده است. خسبی کنده کاری و زنها اصلا با کارت کار میکنند دستی که زیباتر کار میکنند. در جوشته گل میبرند. نظر به مرها زیباتر گل میبرند. واقعا اینجا مردها نیز کار میکنند، اما تعداد زنها نظر به مردها بیشتر است. حتی دخترچه خردسال هنر میآموزد. اول چوب یک چوب معمولی است، بعدا اون رو رنده میکنند. هم رنده که ده همشه خوشی که تایور مینین، کلی میکنین، سخ میکنین. هر روز که ده هم وی ستمه بکشیم، خورکاد میکنین. کاری نقاشی که به انجام رسید، زنها از یک چوب عادی معجزه می آفرند. در این کارخانه با صدای پودک و چوب حتما ترانه صدا می دهد. حالا صدای نگین امون قلوه را هموازی می کند. خیلی هموازی زیبو است و محصول دستان استوهای نازکتابی خستوارزی باید قید کنیم که تمامی کشور را زینت می بخشند. در نزد کارگاهشون یک چایخانه محتشم بنیاد کردند. هیچ کس باور نمی کند که این چایخانه را بانوان ساختند. درست، اما ساختند با دستان نازکشان. اصلا در نوحیه باز یک چایخانه محتشم دیگر وجود دارد و قسمی کاری کندکاریش را بانوان خستوارزی انجام دادند. می درویم؟ بله. اوه، این یک اثر نه، یک چند اثری بدیعی و تصویری است. هر یک نقش فلسفه و مضمون خود را دارد. این هر یک تین گاب، این شش مقام تاجیک، سیمفونی تاجیکی. سقف را زنان خستوارزی ساختند. جدارها و ستونها را استاهای مشهور سوخت زیر نظر استا ازل ساختند. نه، بلکه آفریدند، چون که این کار خیلی زحمت طاقت شکن ایجادی است. آفرینشان به خدا. از همینجا یکه یکه شده اینجا کشباند رفت، یعنی که همه کش شدن، همه همراه پیوست شدن با هم. باز هم با تکرار شدن میگویم که محل چگی نکنید دارم. همه باید یک شدن. باید مای هم اثر به همین چیز درادن در کار که خلق فهمن، مردم فهمن که این مثلا حجت و واقع گمشته میرد. این چیزا صدها سال، هزارها سال میمونن. آینده من باوری دارم که بعدی 15-20 سال هر یک سینفی یکمی که میخوندگی کدام فرزندو که سینفی یکمی میخوند میخوندگی میشد همین. چوی خونه آوازداری ارباب را سال 2012 موریدی استفاده قرار دادند. چایخانه ارباب در پهلوی قصر تاریخی ارباب ساخته شده است و صحن میدان چایخانه همیشه سیر آدم است. شادروان سید خواجه ارون‌خواجایف چهره محبوب کشور ما است که برای رشد و پیشرفت ناحیه سهم ارزنده خیش را گذاشته است. او سال 1951 مردم را به حشر دعوت نموده کار ساختمانی قصر ارباب را آغاز کرده و سال 1957 کار را به انجام رسانیده است. این قصر را 300 نفر ساختمانچی بنیاد کرده، پاداش زحمت هایشون را با گندم حساب میکردند. حالا این قصر رمز بی‌گزند ناحیه و ولایت و جمهوری محسوب میشود. با حساب بودجه حاضره ساختمان این بنا 1,200,000 دلار را تشکیل میدهد. اینجا تنتنه های تویانه بیشتر دایر میگردند. اینجا قیمت‌ترین اتومبیل‌های دنیا از قبیل کرایسلر، بنتلی، جنرال موتورز و غیره را دیدن ممکن است. همه نوخونه‌داران پیش از آغاز مراسم عروسی اینجا به سیر و گشت می‌آیند.
این عنانی تویونه مثل یک صحنه اتنیکی است که جورا دوماد نام دارد. روزیگا بزرگ میرمان اولین بار در حیاتم چنین عنانه رو میبینم. چون که جورا دوماد عنانه قدیمی مردمی ناحیه بابا جان غفوروف است. جوراهای دوماد در یک قطار صف کشیده دوماد رو در پشتشون پنهان میکنند. اما من دوماد رو نمیبینم. چرا هست؟ کاستومی سفید دارد. در سرش توقی. دیدید؟ فهمو دیدم. آنها به سمت خانه عروس میروند. یک دانی ما دو دانه شد عاشقی ما بیگانه شده یار یار بیگانه شده یار یار. اینجا هم سرود میخونند، اما با توجه به اینکه زنها احساسی هستند و عاطفه خیلی لطیف دارند، همزمان با سرودخونی عشق میریزند. خاله ها و عمه ها هم گریه میکنند. مادرش هم عشق میریزد. اجی رفتیش او سویت خیلیش خیلیش کنست ایل بچیش ایل بچی شود به ایزت و به هنده شود سال دیگه همیچو به خدا خواهد یالقه چیل گیری ازان شود. با دای این مادری عزیز آرزو میکنم که همین کلین پاشای امروزه در آن درگاهی که همچون عروس قدم میگذارن کلین نیو و کلین پاشا گردن. در بیرون باشد جورا دومادها با شادی و خرسندی به خانه عروس نزدیک میشوند. زنها باشند و کرنچی ها کمربند تقدیم میکنند. خیلی زیبا. من میدونم که همین سرود بسیار سرودی قدیم است با نامی انمی خوجند به با نامی لالالا مشهور است. انمی سرود لالالا میگفتند یا سرود جوری داماد میگفتند که داماد با جوری های خودش همی خانه عروس میرفت و همیجا آتش میافرفتند و گرد انمی آتش همی سرود خانده میامدند و آتش فروخته گیدش رقص بازی میکردن فرصت میکردن. پیش پای داماد پایانداز سفید میپرتویند چون رمزی بخت سفید و هر دو هم خونه میشوند. توفه ها برای نوخانه دارون زیادن انا قولین رو بغل کرده میارند. قولین هم رمزی خیلی مهمی مردم این مکان است. زنهای جماعت چشمسار قولین با اصول دستی میبافند. یکون تکنولوژی زمانوی استفاده نمیشود. فقط تکنولوژی دست جماعت چشمسار خیلی از مرکز دور بود است. لیکن این از اون خاطر است که ناحیه به حد کلون است. هر دهه انانه و هنرهای خاصی خود را دارد. این بانوان از پشم گوسفند قالین های دست باف آماده میکنند. پشم گوسفند را گرفته تازه کرده شسته سانی ریسپون تیار میکنیم. برای ریسپون کردن تیار میکنیم. سانی من این محصولاتی نیم تیاره گرفته در دیگی کلان همه خل رنگ میدهیم. دستگاه چوبینی بابوگی آخرین حد بعد ریسمون ریسی و رنگ سازی همین است. همین یک سال با 500 تیار میکنم. ریسمونش کلان باشد اگر سخت باشد اگر نغز میشد اگر زیمستان با همین پایدش خیلی. واقعا پشمی اصیل بدون رشته های مصنوعی سنتتیکی به سلامتی انسان فایده کلان دارد. خالین های دستباف این زن ها از 1000 تا 1500 دلار ارزش دارد. ما خیال کردیم که در تاجیکستان تنها در خوجند گابلن می افرند. اما معلوم همون گشت که بنوان ناحیه بابا جان غفوروف هنوز از قدیم گابلن می افرند. تصویر در خالین. از پروری در ناحیه بابا جان غفوروف رواج دارد. اینجا ذات انگلیسی نیز می پرورند. ذات انگلیسی نیز از ممالک شرق ابتدا می گیرد. عصرهای پیش ولیکا بریتانیا قدرت حربی کلان داشت و متخصصان اسب بادپای شرقی را با اسبهای محلی خودشان جفت کرده نمونه بهترینی را کشف کردند که بعدا ذات انگلیسی نامیده شد.
جیبیو ما نومی نسب یولدوز است و واقعا امری صاحبش رو میفهمد. نسب شانسولا اسب شانسولا زوتش انگلیسی نه. یولدوز هم از ذات اصلی انگلیسی است و در ناحیه و بیرون از ناحیه خریداران زیاده دارد. این خطا نکنه اینه عمده 10,000 کدام من ندادم. 10,000 سومون نه بلکه 10,000 دلار است. غیر از این اسب باز دیگر اسب های خوبی ذاتی اینجا زیاد است. باید اسب همه ارسنال دوشنبه ای پادرون برفته سایم جوی و به فینال بگیفت آمد. اسب ها حس و هوشی خیلی قوی دارند. آدمی نغزو گنده این خودش جدا میکند. میفهمد این میفهمد آدمی نغزو آدمی گنده میفهمد. خیلی کم میگویم اسب حیوان میگویم لیکن چوستوی که این انده هست مثل انسان. من شنیدم راست است یا دروغ نمیدونم اسب تنها حیوانه که با چی خواهر مادری خودش چی نمیکند نگهند. همه خیل اسب های عمر بهادر خان از ناحیه بابا جان غفوروف آوازه دارند. تقریبا همه این اسب ها صاحب جایزه های گوناگونند. البته من این لارینا پنجکره چمپیون و آلماتای هم زده آمدگی ازیاتسکی ایگر میگود که اسب های زیبا و با قومت های بلند که از آدم نمی هروسند همچون اسب ها رو فقط در تاجیکستان در ناحیه بابا جان غفوروف میتوانی ببینی. این پاچک نمی بدارد اینا آدم با همون خیل وای بیکار با هیچ پاچک نمی بدارد اینا از پای نف همش. کدامشه همش هم می قپم همش جیم می استد عدد خیلی آدم با. اصلا در گله از پا یک اسب نرینه خودی گله می شود. اگر دو نرینه در یک گله باشد برای مفقه اول بینشون زد و خورد به وجود می آید. برای اسب سواری و تماشای شهامت اسب واقعاً انگلیسی نیاز نیست که به لندن بروی. کافی است که به ناحیه بابا جان غفوروف بیاییم. بله. تابستان ناحیه بابا جان غفوروف خیلی تفسون است. حرارت از 40 درجه هم بیشتر است. ساحل شرقی قیروقوم در مسیر این ناحیه است و آدمان از گرمای تابستان در اینجا پناه میبرند. قد قد این ساحل آشخانه و فراغتگاه ها در خدمت مردم است. بانوان ناحیه بابا جان غفوروف نیشالله تیار میکنند. نیشالله شیرینی خاص در ماه رمضان. اما در اینجا باشد تمام سال نیشالله میپزند. برای نیشالله محصولات زیاد لازم نیست. مثال نیشالله من این چیزا ده کار. مثال ده کلو شکری نیشالله میکریش میگه. من این تایر میشه منی او. منی بیخ نیشالله این او. مخصوص برای کوخ او میشه. منی کوخ او میشه. همین منی اوبا انداخته می جوشونیم. چه لیتر پنج لیتر اوبا انداخته جوشونیم. منی یک لیتر میشه. ده کیلو شکر با تیام میکشیم و هم یه لیتر آب آبش انداخته یک تا سفیدی توشم انداخته تیام میکنیم دورشه. نشانه تیامش یک سال دختر کردیه. در کوه پشته ها درخت می روید که از ریشه آن تیام مخصوص تیار میکنم. یه خیلی نشانه میگه برای من یه حلوا برای نشانه اینا جوشانی کرده آبش گفته همین چند کدر لازم همین کدر تیم کردیم انداخته سانی بریم. اگر آتش زیاد یا کم باشد، نیشالله تلف می شود. به همین سبب آتش باید حتما معتدل باشد. تلف تو همزا؟ بودم. این به قیام دراز شیر می شود. محلول مخصوص از ریشه درخت نیشالله رو شیرین می کند. اینک نیشالله تیار شد. کم درخت. این دو مشه بیاده سانه همون تو دسته تو میکنست با مزه شده است. من این شد نشالله همون تعریفی تن نشالله شده. غیر نشالله بانوان منتظم حلوه تیار میکنند. حلوه سفید، رنگا، حلوه کنجیتی خریداران زیاد دارد. این زن حلوه پس از هنر خود که اجدادی است یکی از زنهای
بویترین ناحیه باباجان غفوروف به حساب می رود. این سالوی مول حق این عدب باشا موندگی اقای قینه هم که میراث موندگی ما هوا هفت پشت این ها. من چهار بچه من به همین و حال با به مهنتی حلال خودم خاندار کردیم. در توی مراسم ها حتما در دستورخانی این مردم حلوای خونگی به چشم می خورد. تیموراکو در ناحیه باباجان غفوروف شخصی معروف است. خودش، پسر و کلینش و نبیرههایش گهواره میتراشند و شوخی و هزل میکنند. از دو نمودی گهواره هست. این گهواره گهواره رنگ میگن. این گهواره گهواره رنگش سفید. گهواره رنگ مثل متای اطلس است. سفیدش نیست. شهامت خاص دارد. اصلا از چوب بید گهواره می سازند. چوب بید سب سفید است و رنگ ها را زود به خود قبول می کند. رنگ ها نیز خاصیت های ویژه دارند. رنگ های گرم از قبیل سرخ زرد انرژی مثبت می دهد. این برای ما از خوردی که هست، ما از خوردی این کارهای کرگشتیم. از کی اومختید؟ از پدرم. استاد ما پدرم. استاد پدرم بابام. این کس برای ما ها پوش به پوش چونه بگن اولادی. گهواره در حیات مردم ما تاریخ حتی پیش از اسلامی را دارد. یعنی تیموراکا هنری هزار ساله ها را زنده نگه می دارد. از تلویزیون دیده باشم وقتی که پروگرام سلامتی می رفت در همونجا گفتن که گهواره که فرزند می بندن فرزند از پوش از میانش برای سلامتی پای راست داشتن میانش راست داشتن چطور گفته بودن برای همه یاردن میکند. با اندیشه تیموراکا تا وقتی که گهواره می جنبد زندگی در روی عالم ادامه دارد. با خاطر که گهواره بی جنبد و زندگی آسوده باشد مردم ناحیه باباجان غفوروف بزرگان را ارج گذاری میکنند. این دهه آبچه قلچه ناحیه باباجان غفوروف است. تقریبا هزار سال پیش اینجا ابرمرد به نام خواجه محمد مجری زندگی کرده است. نقل ها هست که اولیاء ها خدا نیست لیک از خدا جدا نیست بطوری که پاک هست. این ها همه راه خدا و جانشان صرف کرد برفتگی ها دید. مجری یعنی جاری کننده آب. این بزرگوار را پیری آب نیز می نامند. آبچه قلچه این دهه ما یکی از ولایت سودانده از تامینات آب نوشاکی، از تامینات آب زراعت ها و پالیزی و ها و دهخانه ها و مشهور دیهه است این. مسجد قدیمه تاریخ زیاده از 600 ساله دارد. مقبره پیری آب باشد طول هزار سال گه گه تعمیر می شود. آدمون از خارج حتی به زیارت می آیند. اطراف ولایت اکثریت می بیان، از جنوب هم می بیان، زیارتچی ها از جنوب می بیان، خصوصا از دیگه جمهورهای هم می بیان. دیگه جمهورها بعضی ها جمهورها برفته که سراشون نیازی کوکلایشون نیازی اونده احمیجه و شدگی ها هم قزاقستان انده هم مولی از همینجا نیت کرده فرزند یافتگی ها همین ها همشون اونده زیارت کرده همینجا اونده زیارت کرده دم گفته استراحت کرده میبروند. سکوت روح نواز این مکان خیلی متاثر است. فصلی نیست که اینجا خالی از آدم باشد. ناحیه باباجان غفوروف در تاجیکستان یگانه ناحیه استثنایی است که تعداد زیادی جوانان این مکان بدون هیچ مشکل خاصی به دانشگاه‌های طبی داخل می‌شوند. حرف سری آن است که در ناحیه در اساس دستور وزارت معارف مکتب مخصوص تحصیلات عمومی نورسان را برای ساحه‌های دلخواهشون با برنامه‌ریزی دقیق تیار می‌کند. سیرش در چیست گفته اگر سوال کنید در همین است که ما همه طرف کوشش به خرج می‌دهیم که این متخصصان در اونجا جمع آمدند که خوانندگان رو همین خیلی تیار کنیم که اونها به معنای تامش طبیب شوند. طبیبی که عمر دوباره بخشیده میتواند. طبیبی که تمام هستیش که کوشش و غیرت میکند که
از مرگ انسان را نجات دهد. زیاده از 230 نفر در ظرف 3 سال اخیر و مکتب های عالی طبی تاجیکستان و هم خارج از کشور داخل شدند. نتیجه ها نشان داد که اون خوانندگانی که از در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان تحصیل کرده استادان، علاقه اونها درک کردند که اونها برای طبیب شدن دانشی بلندترین باید داشته باشند. جوانان این ناحیه در همه مکتب های عالی در اکادمی علوم و در مؤسسه های تعلیمی خارج دانش خود را تکمیل می دهند. شخصیت بابا جان غفوروف برای جوانان نمونه بی نظیر یک انسان کامل است. وارثان ارزنده بابا جان غفوروف، ما دیگر خیلی تحصیل کنیم هم نمی شود، برای اون که ما ناحیه به نام بابا جان غفوروف هستیم و همه وقت کوشش به خرج می دهیم. تمام کل آموزگاران ناحیه که چنین شاگردان رو تربیه کرده باشیم که در حقیقت هم به معنای تامش شاگردان ارزنده وارثان ارزنده بابا جان علامه بابا جان غفوروف باشند. کودکستان ستارچه در ناحیه بابا جان غفوروف کودکان را به مکتب تیار میکند. حتی از خوجند کودکان را به اینجا میارند. فرق این کودکستان در اون است که اینجا در گوشه آثارخانه خردکک با نگاره و انتیقه های تاریخی تشکیل شده است. زیکرولو، این کوزه ما از چی ساخته شده بود؟ از؟ از میز. میز، آفرین. این طبقه چی؟ من نگاه کنید به اینجا. از چوبین. با کودکو میفهمید که بابایون اجدادونی بابایونی ما، من این خیلی لباس ها رو به تن میکردن. بازم این خیلی مخصوصا همین خیلی چی ها بود، جاهای تیار میکردگی که همین کوزه ها رو تیار میکردن، با همین خیلی کارهای آنها شناس میکنیم. مثلا با اسباب های موسیقی نیست که در این اتاق و این موسیقی ما نیست، همین خیلی اسباب های ما بیواسطه در هنگام مشغولیت های موسیقی هم این رو استفاده میبریم. روز که گرم شد بعد خوراکی نصف روزی کودکان خواب میکنند. نه همه خوب نیست به فکرم. انا اون پسر بچه خودکار خود رو به خوب انداخته است. شوکت نوروز آینده متخصص سوهای انرژیتیکا می شود. از حال او دست به اختراعات کوچک اما فایده آور می زند. شوکت از دوچرخش نیروی برق می گیرد. جنراتور خرد با واسطه گردش چرخ برق استحصال می کند. چگونه که دوچرخه نباشد با آنها همین اختراعاتی که من کردم اون رو نصب کرده بی واسطه جریان الکتریکی استحصال نموده تا 6 ولت، یعنی تلفنی موبایلی زرد خش رو پر کرده توانیم. تلفنی موبایلی زرد نقش استحصال است. دوچرخه شوکت دو منبع استحصال برق دارد. شوکت هم از گردش مکانیکی و هم از سرعت حرکت برق می آفرد. باز در آنجا دو جنراتورهای شمال این هم هست. این هم واسطه شمال برق استحصال می نماید. در وقت شمال بودن یا که در وقت دوچرخه را راندن، اون را به واسطه ما می توانیم در شبانه چراغ اون را هم فروزان نموده در تاریکی هم استفاده برده می توانیم. شفقت این ایده را با دوستانش نیز پیشکش کرده است. اصلا او 20 کیلومتر راه را با دوچرخه پسی سر کرده به نزد ما آمد و حالا همین مقدار راه را طی کرده به خانهشان برمی گردد. برای انجام دادن این یا آن کار هنوز هم در ناحیه بابا جان غفوروف انعنه حشر وجود دارد. در جماعت خیستیورد مکتب می سازند. حتی بانوان خیستیورزی در حشر اشتراک می کنند. قسمی اساسی بنا سه آشانه می باشد. قسمی دیگرش دو آشانه. در بنا در این مکتب لیسه و تالاری ورزشی موجود می باشد. آشانه برای 84 جای نشست.
این بینو شاید در بین مؤسسه های تعلیمی اولین بینوی در تاجیکستان باشد که باغ زمستانه دارد، یعنی همیشه سبز. در این باغ در فصل سرما گلهای بهاری و درختان زیبا خواهند رشد کرد. این خیلی بناها در دیهات یکمین بنا می باشد. مکتب این خیلی مکتب در دیهات تماما وجود ندارد. همچنین میدان ورزشی با 8000 جای نشست ساخته می شود. مین بچه را بینی های ورزشی اوموی فرهنگی نوحیه همینجا دایر می گردند. اقتدارهای بزرگ استحصالی ولایت سوغ در همین نوحیه است. این مهره های خورد خورد برای استحصال ظرف های پلاستیکی هم. از این مهره ها نیچه های باریک تیار می شود. ظرف های پلاستیکی نوشاکی ها اوائل چونین شکل دارند. سپس این نیچه ها را در دستگاه مخصوص توسط هوا حجم می دهند. سرپوش ظرف ها الوهیده تیار می شود. اینک نمونه رمز های محصولات الفاپت در سرپوشک ها. شرکت الفاپت از سال 2006 این جانب با جلب سرمایه گذاران بریتانیای کبیر در نوحیه فعالیت می کند. محصولات الفاپت در بازار جهانی با محصولات استحصال کنندگان آسیای جنوبی و اوروپا رقابت می کند. اکثریت نوشابه ها که در فروشگاه ها به چشم می رسند با ظرف های پلاستیکی الفاپت به فروش می برایند. الفاپت در اوتیلیزه پلاستیکی نیز استحصال میکند. اینجا صدها نفر کارگران عادی و متخصصان به کار مشغولند. الفاپت نمونه برجسته از ترقیات بازار داخلی در تاجیکستان است. نوحیه نام علامه بزرگ بابا جان غفوروف را دارد و این نام مردم این مکان را وادار می سازد که در همه جنبه ها پیش صف باشند. بابا جان غفوروف قهرمان خلق تاجیک همچون روزنامه نگار فعالیت خود را شروع کرده است. او یکی از اولین مخبران روزنامه بخارای شریف بود. من این جورنال استاد بابا جان غفوروف اما جورنال کمپلکسی و دوشنبه آورده که من همین تا دوره جنگ بزرگ وطن بابا جان غفوروف همین سال نشسته کار کرده که آدم این استاد بسیار زیبا بسیار و درخت که مطبعه ساخته شده که ما یکان چیز دیگر گون نکرده که فقط رنگ وار کردیم خلاص همین که داشته که باید تا دوره جنگ بابا جان شده که بابا جان غفوروف سه زبان دانشته بودم برایم یکم ریدکتر اوزبیکا قزل تاجیکستان ریدکتر بودگی. استاد بابا جان غفوروف در ابتدای فعالیت حزبیش تنها دو جفت شیم و کاستیوم داشته است. حتی خوراک نصف روزی و چایش را مادرش در کلوارش پیچانیده در دستش می داده است. اگر این مادر بابا جان غفوروف کده سنگین بود پدرشان. اینا بخریدین و رسوم بود توفق شده که دستی کشده که همین ملایم که دستان بکنه آرام می گره. این چیزهای بابا جان غفوروف خواهرشان زبینسا داده که این دست مادرم ما رسیده گی این قومه هم رسیده گی من این اوچی کده اکاما بایشان گزمال کده گی خوشته بابا جان غفوروف نشان داده که زبینسا آبا من اینجا با چیزهای بابا جان غفوروف هستن تیپشان هستن خلپکاشان هستن آیلشان مادرشان یک معلمشان و آقازه بابا جان غفوروف 31 دکبر سال 1908 به دنیا آمده است. او از مطبوعات شروع کرده تا به وظیفه کاتب اولی کمیته مرکزی تاجیکستان شوروی رسیده است. بابا جان غفوروف سیاستمدار برجسته در اقصای عالم شناخته شد. بابا جان غفوروف دفترچه منیخه برق زنیم اساسا دو جا به کار کرده گه. یکم جاگاشان تاجیکستان. 20 سال کار کرده گه بابا جان غفوروف. اهم ژورنالیستیکا تا سکرتر سکه یکم سگ غفوروف. تو چریشتم سو ریسپوبلیکای مو با یگان کس از تاجیکان نبود همش اماسخو اومده گه پاسلانت میگوت پارتی یکم 23 سیم سو حسین آذربایجان بود ایلاوه کات با شادون سرمانی بعد بروید یوری بعد پروتوپوپ تو چریشتم سو بابا جان غفور دوره بابا جان غفور
یکم شخص از بیرون بود. یکمین توجه که یکم شخص شده گودم با باجان غفور ارچلیشتم تا پنجاشتم سو ده سال کار کرده گی. همون دورشان با بسیار چیز ریسپولیک ما نویگاری شد. اونیورسیت، اکادیم ناوک، کمبینات، زواد ها پیدا شد. بابا جان غفوروف از اشخاص کم نظیر ملت ما بود که ارزش های ملی را از همه گونه مقامات و وظایف دولتی بالا می دانست. او سال 1956 از کارهای پرتیوی دست کشید تا که به عمق علم فرو برود و وقت خود را بیشتر برای کارهای علمی و فرهنگی صرف نماید. به همین سبب او مدیریت دانشگاه شرق شناسی اتحاد شوروی را به عهده گرفت. این چیزها پریباره همه دوره مونده که من این نستان لامپا میگود این با شبش کده آدم کار میکرد و آدم میگفت که حبیب الله یا دوزن را باید پا تیوری اینشتین میگود یا دوزن افغانیت وریمه میگفت با مروچه که قبل دیدم افغانیت وریمه یا زمیشت دوزن دیل زگود بزماشه اپوستیل منوگا همه شبش کده آدم کار میکردن. در ناحیه بابا جان غفوروف آثارخانه علامه با تمام جزئیات زندگی او موجود است. هر یک یادگاری این آثارخانه بازگوی فراست، شعور، دانش و دوراندیشی و خیرد یک نماینده ملت تاجیک است. از بابا جان غفور نمیم بردگی چیز ما علم ماندگی و آرزو میکردگی همه تاریخ ملت خودم ما آدم نویسد و آدم میگفتیم ما اولی صحبه یک شست افتار یوسف تاجیکم پسیمیتیل فیو سوی جیزن ازوچین استوری مایو نارودا ان این حال کردن آرزوی و یکانه همه کتاب نویستان در کار بود. آن نویسنده سرکنده دوره جنگ بزرگ وطن یک شانه کتاب برآوردند لیکن او تاریخ نبود. یکم بود تاریخ تاجیکستان نویسنده بابا جان غفور بزرگان مادری و ماش تاریخ مختصر خلق تاجیک 1947 سال نتصادین عین بسیار بوهای بلند بود دیگه عبدالغنی میرزا همون محرر بود این کتاب با. بعد این کتاب سه بار مسکو می بره به زبان روسی 49 سال 51 سال 55 سال آخرینش بابا جان غفور 30 سال کار میکند. در عرفه 50 سالگی یوبیلی SSR 72 سال این کتاب میبرد نامش تاجیکی. میباشد من این تاجیکی که تاگش من نوشته که древнейшая древняя средневековая история تاجیکی. ما همین ترجمه کرده کتاب های از بابا جان غفور ما آوریان با آوری با این چیم چیندگی همه چیزشونه. من این دست نویسی بابا جان خطاشه همه شما اون جان نمیگه اونجا این فقط خیش تاورا شما دختر شما نویسی خطاشه دختر شما نینیل این طرف خون بیر زینی خواهی بنویسته و روح پدرشان کده رفته که خودشان این دالا همه که اینستی که کار میکنه این شخص ناسیبه. استاد بابا جان غفوروف نه تنها یک چهره بی نظیری ملی است و سیاست مداری بزرگ است بلکه علامه است که جهان او را اعتراف کرده و بیش از 20 چند سال رئیس پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی بوده است و هنوز خوبتر و بهتر از کتاب تاجیکان ایشان پژوهش جامعه را در سطح علمی جهانی در اختیار نداریم. و ایرسان میگوید که دوره غفور برای دلناس بل زلاتم ویکم. Мы мечтаем его, но достичь не можем. Это Гафуров, он обладал таким талантом, говорит. Он делал из невозможного возможное, ему говорит. Бабо Джон Гафуров 12 июля соли 1977 чашм аз олам фуру баст. Ва охирин рӯзҳои зиндагиаш аз аҳли байташ хоҳиш кард, ки ӯро дигар ба Русия набаранд. Меня обратно не везите. Я должен остаться здесь навечно. Об этом знает только осеми и знает мои близкие друзья. Инак ноҳии овозадори Бобоҷон Ғафуров дар остонаи қарни 21 озодӣ, ободӣ, истеҳсолот, фарҳанг, илм, пешрафт, дурнамо. Ҳанӯз ҳам сокинони ин ноҳия ҳар дастовардашонро аз армонҳои неки аллома Ғафуров мебинанд.